نهم تیر ماه 1396 خورشیدی و سیوم ژوئن 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر به سه موضوع میپردازیم اگه برسیم. نخست، پیامد عملیات تروریستی در تهران و موشک پرانی به دیر الزور سوریه به اون مسیر لااقل. دوم، رفتار حکومت با قاری معروف سعید طوسی. سوم، رفتار حکومت با سپرده‌گذارا و سهامداران مؤسسه های معلق مالی. پیش از هر چیز دو نکته طبق معمول من در مقدمه باید دو نکته عرض بکنم. یک، موظفم خدمتتون بگم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و نکته دوم این که برنامه صفحه آخر رو چه به صورت تصویری و چه به صورت فایل صوتی و شنیداری میتونید از کانال تلگرام صدای آمریکا هم دانلود کنید، فارسی VOA. و اما تقدیمی این هفته به انبوه جوانان دست فروش کشور. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز پنجشنبه 8 تیر ماه در جلسه شورای اداری گیلان گفت نرخ بیکاری نیروهای تحصیل کرده کشور بیش از 25% است. یعنی از هر 4 تحصیل کرده این مملکت دست کم 1 نفر بیکاره. این تحصیل کرده ها چجوری زندگیشون رو تأمین میکنن؟ خب در برنامه هفته گذشته صفحه آخر جمعه پیش درباره عملیات تروریستی تهران چند تا فیلم نشون دادیم و چند تا سوال کردیم. سوالی که هنوز پاسخ نگرفته اینا بود: 3 یا 4 تروریست؟ به گفته بعضی از مسئولان حکومت 3 تروریست، به گفته بعضی از مسئولان حکومت 4 تروریست. در پوشش مراجعه به نمایندگان اینا رفتن تو مجلس، همراهشون چند تا مسلسل هم بردن که ازش استفاده هم کردن. و سوال نخست این بود که چجوری این مسلسل ها رو اینها بردن تو. ما فیلم زخمی رو نشون دادیم که توی بیمارستان بود و به وزیر بهداشت میگفت از در مراجعات مردمی رفته بوده تو و یه خودکار هم نذاشته بودن همراهش ببره. سوال اول، چطور تروریست ها مسلسل خودکار بردن تو مجلس؟ سوال دوم، باز فیلمی رو نشون دادیم که خانم ما تو فیروزه‌ای داشت عکس میگرفت، فیلم میگرفت از عملیات داخل، بله با این آستینش که معلومه. و سوال این است که این خانم کجاست؟ این خانم مانتو فیروزه‌ای کجاست؟ بعد این یکی که دیدین دیگه، هفته پیش هم نشون دادیم که آقای بروجری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم در مصاحبه فردای این دستگیری، این فیلمی که دیدین، به رسانه ها فرمودن که در مرقد امام یک زنی دستگیر شده. این خانم کجاست؟
چرا؟ هیچ کس هیچی نمیگه، داستان تموم شد، همه فراموش کردن، تقی توقی. سوال سوم، چه توضیحی داریم برای اینکه تروریست‌های داعش چرا به روال معمول جنایت‌هاشون خودشون رو در صحن مجلس یا همون حوالی منفجر نکردن؟ بین مردم خوشبختانه چون این اتفاقی نیفتاد. چرا ولی چون این چیزی که برای اولین بار در عمر 6 ساله داعش اتفاق افتاد توضیحی هیچ دربارش نیست. دویدن رفتن طبقه چهارم وقتی رفتن مجلس. عملیات تروریستی به گفته داعش برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته و به گفته شما مجلس در طبقه همکف جلسه علنی داره و همه نماینده ها تو صحن مجلسن، هیچ کدوم خم به ابرو نمیاره. این سری سلفی خوشحالم فرستادن این برون بر منتشر شد و اینا که ما اینقدر شرم‌آور بود اونا رو منتشر نکردیم. نمیدونم دیدین یا نه، به هر حال تروریست های داعش هیچ مزاحمتی نمیتونن برای جلسه علنی مجلس درست کنن وقتی با مسلسل های خودکار میرن تو مجلس و صدای تیراندازی میاد. جلسه همچنان در آرامش ادامه پیدا میکنه. تروریست ها میرن طبقه چهارم، ول میکنن یا نمیتونن برن تو طبقه اولو صحنه علنی رو. بعد از 5 ساعت هم که کار تروریست ها ساخته میشه، جلسه علنی مجلس هم تموم میشه، نماینده ها میرن خونه هاشون، انگار هیچ اتفاقی تو ساختمون مجلس شورای اسلامی نیفتاده. این سوالا بی جواب مونده و سوالای دیگه ای که مطرح کردیم. آقایان مسئولای نمیدونم هر نهاد جمهوری اسلامی، رهبر معظم که جای خود داره، شک مردم به خودتون رو خوب میدونین، مخصوصا وقتی سابقه سیاهی دارین. 30 خرداد 73 روز عاشورا ساعت 2:30 بعد از ظهر تو حرم امام رضا چه اتفاقی افتاد؟ بمبی منفجر شد که صدها نفر کشته و زخمی شدند. خودتون اعلام کردین 26 کشته و بیش از 300 زخمی. بمب را اکبر خوشکوشک عضو تیم ضربت وزارت اطلاعات برده بود تو حرم امام رضا کار گذاشته بود. سعید امامی که اون موقع معاون علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی بود در اعترافاتش درباره این انفجار به عنوان یکی از عملیات وزارت اطلاعات نوشته. 1 ساعت بعد از انفجار آقای خامنه ای به عنوان رهبر معظم میگوید این جنایت کار منافقین بوده. همینجوری. چرا؟ نقشه که بعدن لو میره روشنه. انفجار رو نسبت دادن به مجاهدین در همدستی با اهل سنت، یعنی خواستن 2 هدف رو با یه تیر نشونه بزنن. از قول 2 تا از فرماندهان قدیمی سپاه دارم خدمتون عرض میکنم، از منبع موثق که سال 73 عاشورا حرم امام رضا رو منفجر کردن برای اینکه اولا بگن کار مجاهدین بوده این جنایت که روز 30 خرداد انجام شد و خب نفرت عمومی ایجاد کنن علیه سازمان مجاهدین، و دوم شاید مهمتر از اون همین کاری رو که الان دارن میکنن، عملیاتی کنن به قول خودشون برای فشار بیشتر آوردن به اهل سنت. 10 روز قبل از انفجار عاشورای 73 تو حرم امام رضا مسجد اهل سنت رو تو مشهد نزدیک حرم خراب میکنن. بعد میان این انفجار رو انجام میدن که بگن سنی ها برای انتقام این کارو کردن. یکی از اطلاعاتی های سابق نوشته 1 ساعت بعد از انفجار، ببخشید، پس از این متن رو من میخونم، پس از مرگ نحوی که حالا توضیح میدم نحوی کیه، پس از مرگ نحوی 10 ها اهل تسنن را به همین اتهام بازداشت و مورد شکنجه قرار دادند و به روحانیون اهل تسنن اینطور وانمود کردند که نحوی با همدستی ایادی شما یعنی اهل سنت، روحانیون اهل سنت، این عملیات را انجام داده.
مهدی نحوی که به اسم هواداری از مجاهدین تو خونه های امن وزارت اطلاعات اون موقع شده بود 3 ماه و خورده ای که زیر شکنجه بود و اصلا روحش از این ماجرا خبر نداشت. عمادالدین باقی نویسنده کتاب تراژدی دموکراسی در ایران تو همین کتاب جلد دومش درباره نقش باند سعید امامی در انفجار حرم امام رضا و این توطئه برای معرفی یک مهره شکنجه شده، یک فرد هوادار سازمان مجاهدین که در زمان انفجار در زندان بود به عنوان عامل این جنایت نوشته که اینجوری معرفیش کردن، با یعنی دستیسه رو چیدن. نوشته با توجه به فرضیه قریب به واقع زندانی بودن مهدی نحوی میتوان گفت که وی در طی این مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. بدیهی است فردی که روح او از ماجرا بی اطلاع بوده به آسانی تن به چنین اعترافی نمیدهد، به ویژه اگر عرق مذهبی داشته باشد و از طرف دیگر میداند با چنین اعترافی حکم مرگ خیش را امضا خواهد کرد. انفجار حرم انجام میشه، بعد میخوان یه جوونی رو که به عنوان مجاهد گرفتنش، یعنی همین مهدی نحوی رو وادار کنن که بگه او این کار کرده. زیر بار این اجبار نمیره، همینطور که باقی توضیح میده. سرانجام پس از ناامید شدن از کسب اعتراف باید سناریو را به گونه دیگر اجرا کنند. مهدی نحوی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهران پارس تهران در یکی از شلوغ‌ترین نقاط که ایستگاه مسافران نیز هست آورده می شود تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او یک قبض کلت کمری خالی از فشنگ داده و چنین فریب داده می شود که می خواهند فراریش دهند. یکی از شیوه های معمول سعید امامی بود. البته قبلش هم شیوه های معمول، شیوه های حالا ساواکم بود. مهدی نحوی جوان بی تجربه ای که گمان می کند فرشته نجات به سراغ او آمده با خیالی خام از اتومبیل بیرون فرستاده می شود. او چون محکومی گریزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم به امید رهایی و بیخبر از سناریوی طراحی شده شتابان می دود. چند لحظه بعد مامورا از اتومبیل میان بیرون، فرمان ایست می دن. نحوی همچنان می دوه اما می زننش دیگه، نقش بر زمین می شه. در حالی که عده زیادی از مردم شاهد این صحنه‌اند که در حال فرار با اسلحه هدف قرار گرفته و ماموران هم در تعقیبش بودن و اینها، و همون شب هم اخبار صدا و سیما میگه که عده زیادی شاهد این درگیری بودن و فردی که در حرم نمیدونم بمب گذاشته به درک واصل شده از این صحبت. خب این سابقه، این جنایت که حیرت انگیزه توسط یه حکومت شیعه مثلا فلان و بهمان و اینها در حرم امام هشتم شیعیان انجام میشه و این همه آدم کشته میشن، این سابقه و اون سوالای بی پاسخ آدم وا میداره که برای پیدا کردن حقیقت این ماجرای عملیات تروریستی در تهران به حرفای شما اعتماد نکنه آقای مسئول جمهوری اسلامی، آقایون مسئول بیشتر آدم جستجو بکنه. در خدمت آقای روح الله زم هستیم، روزنامه‌نگار در ناکجا آبادی در خارج از ایران. آقای زم باز خوش آمدید به امشب صفحه آخر. حضور هفته گذشته شما تو صفحه آخر نیمه کاره موند، ممنون که باز تشریف آوردین. سوال مهمی که موند، سپاسگزارم، سوال مهمی که موند و باید امشب بهش بپردازیم این بود که عملیات تروریستی تهران در فضای سیاسی ایران، چه حکومت چه پایین، چه پیامدهایی داشته؟ خواهش می‌کنم. من پیش از اینکه به این بحث بپردازم، ما هفته پیش راجع به مذاکرات با آقای تاجیک صحبت کردیم و خب آقای تاجیک معتقد بود که این حملات و این کارهایی که داعش انجام میده با حمایت سایبری ایران انجام میشه. خب رسانه حاکمیت خیلی به من حمله کردن که هر چیزی میشه وصلش میکنی به جمهوری اسلامی و اینها، که با زبان معمول خودشون. اما من برای اینکه نشون بدم که یک سابقه وجود داره و برای اینکه نشون بدم که بر اساس اسناد صحبت میکنم، تو این هفته سندی طبقه بندی شده و بسیار مهم از حمله سایبری ایران به برق ترکیه و تخلیه زیرساخت‌های اطلاعاتی ترکیه برای در اختیار گذاشتن داعش
در اختیار آمد نیوز قرار دادم که هر کسی خواست میتونه بره اون سند رو اونجا مشاهده بکنه و بدونه که جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف حمله میکنه و برای اولین بار ما سندش رو منتشر میکنیم. برگردیم به سوال شما درباره اهدافی که خب میگفتین زودتر ما نشون میدادیم این سند رو از رو آمد نیوز که مردمی خب که دسترسی ندارن. خب. هنوز منتشر نشده ولی دو سه روز آینده منتشر میشه که میتونین باز بشه برنامه مفصل بفرمایید. خواهش میکنم. درباره اهدافی که میشه متصور شد از روزی که حادثه تروریستی تهران اتفاق افتاد تا حمله موشکی سپاه که توی تایم 10 روزه بعدش اتفاق افتاد، چندین هدف وجود داشت. اولیش خوراک تبلیغاتی برای روز قدس بود که حکومت احتیاج داشت که یه پمپاژ غیرت، پمپاژ حمیت، پمپاژ غرور ملی رو به ایرانیان انجام بده. آقای عزم خیلی خیلی عذر میخوام از حضورتون. فکر میکنم بهترین قبل از هر چیزی درباره اون سند که حالا ما هم دستمون نیست و شما میفرمایید که در آمد نیوز منتشر میشه، فقط اگر پیش شما هم هست میتونین جلوی دوربین اسکایپتون بگیرین نشون بدین، درباره اون سند یه مقدار توضیح بدین که چیه. این سند منتشر شده، خب منتشر شده، چی هست که اهمیت داره؟ بفرمایید. خواهش. ببینید، 2 سال پیش یک حمله‌ای به برق ترکیه انجام شد و تمام رسانه‌های دنیا به این حمله پرداختند، از جمله رسانه‌های بین‌المللی. گمانه‌زنی‌هایی انجام شد که این حمله کار جمهوری اسلامیه، اما جمهوری اسلامی زیر بار نرفت. 2 سال قبل وبسایت سهام اومد یک گزارشی رو منتشر کرد از این حمله سایبری و سوابقش رو بررسی کرد. بلافاصله سایت گرداب به این حمله واکنش نشون داد و گفت این حمله کار جمهوری اسلامی نبوده و در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی به این حملات سایبری میگن آتش بدون دود. یعنی اینکه ما یه جنگی رو شروع میکنیم که این جنگ هیچ سندی نداره، هیچ مدرکی نداره و کسی نمیتونه براش ثابت بکنه. خب ما میدونستیم که حمله سایبری که به نیروگاه های برق آمریکا انجام شد، زیرساخت های برق آمریکا انجام شد و اینها میدونستیم که همه کار جمهوری اسلامیه. اما بالاخره حالا بر اساس دلایلی این رو منتشر نکردیم. من اینجا برای حالا چون شما فرمودین که از روی اسکایپ من بهتون شیر اسکرین بدم، اینجا بهتون شیر اسکرین میدم که هر کسی خواست میتونه این سند رو مشاهده بکنه. این سند برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نشون میده که حمله سایبری توسط جمهوری اسلامی انجام میشه با موضوع آفند سایبر ترکیه روی سربرگ سازمان اطلاعات سپاه، مکاتبات داخلی خیلی محرمانه. تاریخ سال 92، 1 ماه قبل از حمله سایبری به ترکیه، موضوع تشکیل تیم آفند ترکیه از مدیریت عملیات 2050 و میاد پایین اینجا میگه آرش افشار نظری که تو هیتبندی 12 حفاظت پرسنلیه جهت حضور معرفی میشه برای تیم آفند سایبری ترکیه، لازم است که دسترسی ها و توانایی آفند حوزه کشورهای عربی بهرمند بشه تا مأموریت برای سایر سرتیم ها حتی افشا نشه. امضا جانشین معاونت عملیات 2050 نعیم کسیه که 2 ماه پیش 3 نفر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند که من خبرش رو دادم به آمد نیوز. یکی از اینا نعیم بود، برای قاچاق مواد اولیه روغن نباتی که فردای اون روز سردار نجات این بازداشت رو تکذیب کرد، اما به دروغ تکذیب کرد. سند خیلی محرمانه و اینا. ببینید، ما بر اساس اسناد صحبت میکنیم. ما فلاحتی، من ممکنه که یه سری اسناد رو نیام الان منتشر بکنم، ممکنه که فقط بخوام بر اساس این اسناد فعلا یه صحبتی رو انجام بدم. اما چیزی که میدونیم اینه که این برق ترکیه که مورد حمله قرار گرفت توسط جمهوری اسلامی شد، زیرساختاش در اختیار داعش قرار گرفت، زیرساختهای انرژی، برق، زیرساختهای اورژانس، زیرساختهای
تیم‌های عملیاتی پلیس، نیروهای امنیتی، اینا در اختیار ترکیه قرار گرفت و برای اینکه یه ضربه شست نشون بدن به دولتی که، به کشوری که تا اون لحظه باهاشون دوست بوده، هیچ خصومتی نداشتن ایران و ترکیه با هم، حسن همجواری دارن، صدها ده‌ها سال حسن همجواری دارن، میان به این کشور حمله میکنن تا ناامنش کنن، تا زیر ساختهای اطلاعاتیشو بذارن در اختیار تیمای تروریستی. خب ببینید، ما حالا نمیدونم الان سوالی هست. نه خواهش میکنم ادامه بدیم، بفرمایید. خواهش میکنم، همون ارتباط اینو با همین بحثمون که مسئله داعش هست. خواهش میکنم. بله، راجب اهدافی که فرمودین، از روزی که عملیات انجام شد تا روزی که حمله موشکی انجام شد، در دسترس ترین هدفی که وجود داشت برای روز قدس بود. دوم، بازسازی چهره داخلی سپاه بود که پس از انتخابات 88، 92 و 96 با حمایت از رئیسی، قالیباف، با اون سرکوب هایی که توی خیابون ها انجام داده بودن، اینا به شدت در رده پایین نظرسنجی و اجتماعی قرار داشت. سوم، تلاش برای بازسازی چهره خارجی نظام بود که با سفر دونالد ترامپ در روز رأی‌گیری، در روز اعلام نتیجه رأی‌گیری و تشکیل ناتوی عربی برای فعالیت علیه ایران و طبیعتاً اون بحثایی که توی قطر پیش اومد و جداسازی، عرضم به حضورتون، قطر از شورای همکاری خلیج فارس و اینا، احتیاج داشت که نگاه‌ها رو معطوف بکنه به اینکه ایران خودش قربانی داعشه و چون قربانی داعشه طبیعتاً حمله تروریستی بهش انجام شده. باید بحث دیگه‌ای که داشت این هدف‌ها، تلاش برای بازسازی چهره رهبری بود به عنوان یک رهبری که خیلی شجاع، به عنوان یک رهبری که حافظ منافع ملت ایرانه، به عنوان رهبری که خب بالاخره این شعارهایی که میدن و اینا که خب رو با پشت کاملا متفاوته، که بالاخره تو انتخابات هم مردم به کاندیدای مورد نظر آقای خامنه‌ای دهنکجی کردن. این اولین انتخابات نبود، چند تا انتخابات بود که لازم بود چهره ایشون بازسازی بشه. بحث بعدی که وجود داره اینه که ایران احتیاج داشت که حضور اوریان داشته باشه در عرصه جنگ سوریه. خب اینا تا 5-6 سال دارن میگن ما حضور مستشاری داریم در سوریه، حضور دولت سوریه تقاضا کرده ما اونجا حضور داریم، دولت یمن، حالا یمن که از عربستان تقاضا کرد، اما خب این دولت‌ها، دولت عراق تقاضا کرده ما در اونجا حضور داریم. اینا احتیاج داشتن به اینکه این صحنه نبرد چون داره اوریان میشه و آمریکا هم وارد شده، ایران هم حضورش رو اوریان بکنه برای حضور نظامی در سوریه و اینا، که دیگه مردم واقعا افکار عمومی بسیاری مدافعین حرم رو به دلیل همون صحبت که آقای جوانمردی در برنامه قبل کردن، که تو بسیاری از مناطقی که ایران توی سوریه حضور داشت اصلا داعش حضور نداشت و نیروهای جبهه النصره و اینها بودن که مورد حمایت غرب بودن و ارتش آزاد سوریه، خب اینها رو مردم بهشون لقب داده بودن مدافعین اسد. خب لازم بود که یه بازسازی بشن اینها و اون صحبت های خامنه‌ای که قبل از، بعد از انتخابات گفت جای جلاد و شهید عوض نشه، لازم بود که این رو تصویری ملموس بکنن و وقایع سال 60 و ترورهای خیابانی و مجاهدین خلق و اینها رو بکشونن باز یه دفعه دیگه به نسل جدید نشون بدن. یه بحث دیگه داشت، تلاش برای ایجاد تفاهم ملی بود بین اصلاح طلبان، اصولگرایان، بین کسایی که طرفدار مذاکره با غربن، با کسایی که بالاخره گفتمان انقلابیگری رو دوست دارن تهیج بکنن و تفسیر بکنن و اینها، که میبینیم که موفق هم بودن، یعنی بین اصلاح طلبان و گروه های سیاسی داخل حاکمیت این وفاق و همدلی به وجود اومد. بحث دیگری که وجود داشت این که تقویت گفتمانسازی انقلابی در برابر مذاکره با غرب، صلح، آشتی با دنیا، اینها بود که الان نمادش آقای روحانیه، که اگر خب ما با آمریکا مذاکره کنیم، با غرب مذاکره کنیم، اینها خب باز نتیجهش میشه همین داعشی که میاد اینجا، پس ما باید با زبان موشک، با زبان سلاح، اقتدار نظامی، اینها با دنیا صحبت کنیم و اینا جواب نمیده. چیزهای خیلی مختلفی داشت، اما مهمترین مسئله شو شاید بشه در نظر گرفت این که فشارهای امنیتی
قرار هست که تشدید بشه. یعنی این بحث قرار بود قبل از انتخابات، سپاه خیلی شدید داشت روش کار میکرد، بله، که قرار بود با اومدن آقای رئیسی اتفاق بیفته، اما خب بالاخره الان بعد از این قضایی‌ها به اهل سنت دارن فشار میارن، تعداد بسیار زیادی رو حکم اعدام دادن به خانواده هاشون تو کردستان، تو فارس، هرمزگان، بلوچستان، خراسان، گلستان، اینها به اهل سنت بسیار دارن فشار میارن. رئیس ستاد آقای قالیباف که نماینده مجلس هست، اسمش آقای دهقانه، عضو کمیسیون امنیت ملیه، دو سه روز بعد از حمله‌ای که گفته شد داعش انجام داده، حمله تروریستی، اعلام کرد که برخی در دفاتر مسئولین با داعش همکاری کردن، با داعش هماهنگی کردن که داعش تونسته بیاد تو مجلس. این نشون میده که قرار هست که بسیاری رو به عنوان همکاری با داعش در این حمله تروریستی بازداشت بکنه. ببینین، یکی از پیامدهای عملیات تروریستی در تهران، اشاره کردین شما و من به سال 73 هم برگشتم، فشار جدیتر رو اهل تسنن و امنیتی تر شدن فضا تو استان و شهرهایی است که شما اشاره کردین بیشتر جمعیتشون سنی هن. بعضی از این مناطق مثل کردستان، بلوچستان، بخشی از خوزستان، بخشی از استان گلستان، هر کیو که قبلا نمی‌رفتن سراغش الان به اسم ارتباط با داعش متاسفانه میرن سراغش. همین عید فطر امسال فقط 33 نفر رو تو اهواز گرفتن که اسامیشون هم اغلب منتشر شده. یکی از کارهایی که سازمان یافته امسال عید فطر شد، مخصوصا جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت بود. یک نمونهشو فقط ببینین، تو ربات کریم که نیروی انتظامی و اطلاعاتی ها نمیذارن اهل سنت جمعشن نماز بخونن. برهم زدن نماز عید فطر توسط نیروی انتظامی از عدالت اجتماعی ما. کاش فقط هفته بعد تا دومان محرمی میکردن چی میشد. سه طبقه مردم همشون رفتن. آجزم خواهش میکنم که یک پرسش دیگه ای دارم، کم فشورده، خواهش من پاسخ بفرمایید که خلاصه این مطلب، آیا به نفعش شد این موشک پرانی یا به ضررش جمهوری اسلامی؟ در بود داخلی اگر بخوایم حساب بکنیم، بله، به نفع جمهوری اسلامی شد این حملات و اینها، به نفع جمهوری اسلامی شد. سپاه تونست یه سری گلوگاه ها رو بگیره. البته بالاخره اتفاقاتی افتاد که من الان اجازه بدین اعلام نکنم، ولی سپاه در متقاعد کردن رهبری بالاخره ناکام بوده که این حمله توسط داعش انجام شده و اینو سربسته بگم خدمتتون. اما در بعد خارجی من به نظرم این یک پوست خربوزه بود زیر پای نظام و رهبری، به خاطر اینکه از این موشک‌هایی که شلیک شد با رصدهای ماهواره‌ای که انجام گرفت توسط امریکا، توسط کشورهای دیگه که انجام گرفت، اینا متوجه شدن که قدرت موشکی ایران به این شکل هم نیست که سپاه میگن موشک نقطه زن و فلان و اینها، به این شکل هم نیست. و اگر بخواد جنگی اتفاق بیفته در چند ماه آینده یا نه سالهای آینده، دیگه اینا خیالشون از یک سری موشک های سپاه راحته که اینا پرپکانی تبلیغاتیه به قول آقای رئیس. بسیار سپاسگزارم آقای روح الله زم که امشبم در برنامه ما تشریف داشتیم. شبتون بخیر. ببینین ماجرای سعید طوسی، هر وقت خودم یادش میفته و روند پروندهش، واقعا نمیدونه که کلش رو به کدوم دیوار بکوبه. یک زندانی این پرونده تا حالا گرفته که این یک زندانی نه خود سعید طوسی است، کسی است که سعید طوسی ازش شکایت کرده. وهن انسان در این حد دیگه در کجای جهان، تو کدوم سیستم حکومتی میشه دید؟
هفتم بهمن 95 ضابطان قوه قضاییه میریزن خونه مهرداد گریبانی دانشجوی فیزیک دانشگاه قم، دیسک کامپیوترش و همه دار و ندارش رو برمیدارن، خودش هم کتک خورده و چشم بسته میندازن تو ماشین رو میبرن. تا الان این جوون تو انفرادیه، اول تو بند الف سپاه، بعدم تو بند 240 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. جرمش چیه؟ طراحی چند تا پوستر از تجاوز جنسی سعید طوسی، قاری محبوب رهبر، به نوجوانان قرآنی کشور. پوسترهایی که اکثر شما تو فضای مجازی دیدین. پوسترهایی که هست دیگه، چه میدونم، طوسی هست، رهبر هست. طراحی این پوسترها که گفتیم ما حتی یکیش هم نشون ندیم که بر ندارن همین رو بکنن، سند باز جرمش هست مثلا اضافه میشه. پوستر کشیدن، طراحی پوستر. شاکیش کیه اون وقت؟ سعید طوسی. سعید طوسی خودش متهمه از نظر دستگاه قضایی مملکت امام زمان، خودشون میگن هنوز متهمه، جرمش ثابت نشده، یعنی متهمه. چه جوری میتونه متهم در موضوع پروندهش علیه کسی شکایت کنه و اون آدم هم بیفته زندان؟ مهرداد گریبانی زندانه تو سلول انفرادی چون با طرح پوستر درباره جنایت‌های سعید طوسی به آگاهی جامعه دامن زده. سعید طوسی نوروز 96 کلاس‌های قرآن تو مشهد دایر میکنه، تبلیغات وسیع براش انجام میشه، نماینده ولی فقیه در مشهد حضرت علم الهدا براش سنگ تموم میذاره که تا میتونه نوجوانان قرآنی مشهد رو بدبخت کنه. بعد تو اون چند روز کارش تموم نمیشه، 30 شب ماه رمضان و بعد از افطار نوجوانای تازه آمده برای آموزش قرآن و تربیت آموزش میده. چه میدونم، تازه ترین اظهار نظری که از قوه قضاییه شنیدیم درباره پرونده سعید طوسی همین هفتم اردیبهشت 96 بود. معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده یکی از قاریان قرآن سعید طوسی اظهار کرد شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و 4 نفر شاهد عادل می‌خواهد، در این دو مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رأی داده شود که این کار را سخت کرده، اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد. تو از کجا میدونی به هیچ عنوان صحت نداره؟ اگه میگی اثبات این اتهام سخته، میگی به هیچ عنوان صحت نداره، پس چرا میگی اثبات این اتهام سخته؟ یعنی به هر حال اتهام هست و باید اثبات بشه یا نشه؟ یعنی اثبات بشه انجام شده یا نشده. چرا میای پیشا پیش قطعی میگی؟ چون این چیزی به هیچ عنوان امکان نداره. این اتهام درست یا غلطه؟ دوم میگی با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و 4 نفر شاهد عادل مخواهد، در این دو مورد چیزی رخ نداده، یعنی اقرار متهم و حضور 4 نفر شاهد عادل، هر دو تاش بوده. منتها شاهد عادل حالا توضیح میدم، بذارین اول این 4 نفر شاهد عادل رو بگم. دو معنی داره این، یکی وجود 4 شاهد عادل به معنای امروزیش که یعنی 4 نفر آدم عاقل و بالغ علیه یه آدمی شکایت کرده باشن، تو دادگاه رفته باشن پیش قاضی، بچه‌هایی که بهشون تجاوز شده. تو برنامه‌ای که درباره پرونده سعید طوسی داشتیم گفتیم این بچه‌ها زمانی که مورد تعرض و فریب سعید طوسی قرار می‌گیرن بین 10 ساله تا 14 ساله بودن، اولیای این بچه‌ها شکایت می‌کنن و الان که این بچه‌ها به سن قانونی رسیدن خودشون شاکی پرونده هستن. اما معنی دیگه سخن معاون اول قوه قضاییه آخوند دیگه، خب معنیش قاعدتاً باید این باشه که 4 شاهد عادل لازم است به معنای شرعی. دقیقا منظور آقای اژه‌ای احتمالا همینه، میگم دقیقا، که باید 4 نفر عمل تعرض جنسی و لواط را دیده باشند. تا حالا چند نفر را به اتهام لواط اعدام کردین؟ همشون 4 نفر شاهد عادل موقع لواط حضور داشتن میدیدن؟ در خوشبینانه ترین حالت شما بنا به شکایت خانواده قربانیان تجاوز و نهایتا اقرار متهم ها حکم دادین و اعدامشون کردین. تو کدوم پرونده مشابه 4 آدم عادلی که شاهد لواط بودن و آوردن دادگاه عدل اسلامیتون؟
و اون چهار نفر گفتن بله ما دیدیم که این اینجوری بوده داستان، شاهد عمل بودیم. دو، آقای اژه‌ای می‌فرمایند با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد، در این دو مورد چیزی رخ نداده. طوسی خودش در گفتگوی تلفنی ضبط شده با پدر یکی از قربانیان، این قربانی دیگه اینجوری نیستن، من یکی توشون آلوده بگین حالا به حساب دیگران ندارم، مثلا حالا یک نوی نمازم پیدا میشه مسجد رو نمیدن به خاطر اون. منم حالا خدا خیلی لطف کرد بالاخره چون همی که گذشم خدا ما قدر کردیم بگذر از ما از حالا آبروی من که آبروی ما اصلا آدم هم نیستم از این حیوان هم هستم، به خاطر ما آدم آلوده بالاخره جامعه قرآنی اوضاعش به هم نریده، مردم نسبت به قرآن و هرچی باری قرآن اینا سطحی میشه، چون این گذشته از این میشون بزرگ میشه، خودش بالاخره هدایت میکنه آدم رو. من چرا دادن بدبختی باید بشیم کشتی رو جلو هدایت جلو رشدش رو بگیرم. شما حدی بزن دو سه جلسه اینشالا ردیف کنیم به امید خدا ایشون به دیدار آقا خود خونه توی جلسه ها رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم، حالا حدی بزن این جلسه ها ما ردیف میکنیم اینشالا، نمیدونم اگه قبول کنم من خودم باید صحبت کنم بگم آقا ما قدر سرین تموم شده رفته دیگه، شما فکرش هم نکن، ما پیش خدای خودم توبه کردیم، خدا که میگذره دیگه، حالا بنده خدا چرا انقدر باید سخت بگیره بگیر حالا بالاخره این جامعه مجموع شورا قرآن خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه، جوری بشه که برخوردی بشه، فکری بشه، من فکر میکنم این مقداری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره. این اقرار نیست پس چیست؟ نه اقرارهایی که شما زیر شکنجه با تهدید تو سلولای انفرادیتون از آدم ها میگیرین، نه اعتراف ساختگی تو زندان، اقرار آزادانه به ارتکاب جرم و جنایت، مگه غیر از اینه؟ هم این صحبت تلفنی و هم دو تا اقرارنامه، یکی سال 90 و یکی سال 91، اقرارنامه ها رو بارها نشون دادیم دیگه، که به صراحت میگه ارتباط ناسالم با قاریان نوجوان، خودش میگه. سال 92 وقتی شاکی ها از قوه قضاییه ناامید و مستعصل میشن، دوباره میرن سراغ بیت رهبر معظم. قبلا یه بار سال 90 رفته بودن و ناامید شده بودن و بعد رفته بودن سراغ قوه قضاییه، این بار هم وقتی از قوه قضاییه ناامید میشن بعد دو سال دویدن، بعد میگردن سراغ بیت رهبر، چاره ندارن. رئیس وقت بازرسی بیت آقای ناطق نوری، میرم شما. ما رفتیم اونجا خدمت ایشون، بعد یه نامه‌ای نوشتیم، بعد به زمینه دو تا توبه نامه همین شخص آقای طوسی، دو تا توبه نامه هم زمینه کردیم و اینها. آقای ناطق نوری عید مبعث بود سال 92 رفته بود پیش آقای خامنه‌ای، بعد گفته بودش که آقا شما چرا این قضیه رو پیگیری نمی‌کنید، من از شما گله‌مندم. بعد آقای خامنه‌ای هم به آقای ناطق نوری گفته بودش که منم از شما گله‌مندم، شما اصلا چرا این قضیه رو پیگیری کردید؟ بعد گفتن که آقای خامنه‌ای به آقای ناطق گفته بودن که حالا یه نفر هم اومده یک ادعایی کرده، اونم جدید زیرش منکر شده، اینکه دیگه وقتی طرف منکر شده دیگه نمیشه اثبات کرد اینا، در حالی که حالا ادله ما خیلی قلوبه، مثلا دو تا توبه نامه‌ای که خودش نوشته آقا من این کارو کردم، نو حلقه سی دی بود که یه پخش کردید دیگه، بعد اون همه شاهد و گواه و اینها اومدن، بعد پیامک‌های گوشی ایشون بود، همه این ادله و قرائن اینها خیلی واضح بود پرونده، یعنی هیچ جای ابهامی نداشت، برای اینکه حتی مجرمیت هم زده شده بود اما نداشتن پیگیریش. بعد آقای خامنه‌ای گفتن بله اینو نه یه نفر ادعای کرده اونم منکر شده، و هم گفتونن اینا نباید اصلا تجسس میکردن در این قضیه، ما دیگه حقیقتا اینا هم گفته بودن. بعد آینا تا اینا رو به ما انتقال دادن پیغامشون، و بعد گفتن که بله شما چند تا راه دارید، یکی این که این قضیه رو مثلا بیاد از همون روال قانونیش رو پیگیری بکنید، یه راهی هم دارید که خودتون برید دست به کارشی یه بلایی سر این شخص بیارید. گفتم ما حدیث هم داریم در این زمینه. بعد گفتن که بله حالا ظاهرا آقا منو توبیخ کردن نمیذارن من پیگیری بکنم. گفتن که
آقا ولی اینطوری گفتم، ما گفتن که آقا ولی شما هستش، این قضیه رو قیچی بکنید به همین تعابیر. علی اکبر ناطق نوری که میدونید همین اردیبهشت 96 از این سمت استفاده داد یا برکنار شد. به هر حال میخوام بگم طبق این گزارش روشن، رهبر معظم صد اصلی است در رفع ادامه ستمی که بر این بچه‌ها شده. سعید طوسی از قاریای مشهد بوده که منتقل میشه به تهران و خامنه‌ای خونه‌ای بهش حبه میکند در خیابون فاطمی تهران کوچه وحید و زیر عبای خودش حمایتش میکنه. محل سکونتشون توی مشهد واقع در خیابان طلاب بوده که در اونجا مشغول به شغل آرایشگری بودن و حالا بعد از اینکه منتقل شدن به تهران، حالا داستانش رو عرض میکنم که چه شکل شد، به چه شکل بود مهاجرت ایشون از مشهد به تهران. بعد از اینکه اومدن تهران شغل آرایشگری رو کنار نذاشتن، به عنوان آرایشگر مخصوص رهبری منصوب شدن، یعنی آرایشگرشون هستن. بعد در ضمن این که استاد آقای مجتبی خامنه‌ای هم بودن و این گونه چیزها همه مزید بر علت هستش که واقعا ایشون پس از گذشته 5 سال یه جورایی برایشون مسئولیت آورده اینجور قضایا. ببینیم بعد از عملیات تروریستی تهران، گرچه دیگه مردم نتونستن برن جلو مجلس تجمع کنن و اصولا تو روزهای اول تجمع هر روز مردم ممکن نبود، اما همین مردم از شبای احیای ماه رمضان در واقع استفاده کردن، شروع کردن و همون پارچه نوشته ها رو برداشتن بردن جلو مؤسسه های مالی، شبای احیا تا سحر نشستن. بعد از ماه رمضان اعتراضای علنی و خیابونی دوباره شروع شد. یک مثال براتون بزنم، تعداد از سپردگزاران مؤسسه کاسپیان چهارشنبه 7 تیر در مقابل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در تهران، خبرگزاری دولت تجمع کردن، خواهان انعکاس خواسته هاشون از طریق این رسانه به گوش مسئولان شدن و گفتند که دیروز پیامک دادند و منابع سپردشان را کمتر از نصف اعلام کردند. بعد راهپیمایی دوباره داره، تجمع دوباره داره به سرعت پیش میره. فرض بفرمایید تجمع مالباختگان بانک ملی، مالباختگان جلو بانک ملی دروازه دولت تهران و راهپیمایی در خیابان کارگر تهران همین هفته پیش. بله، بانک ملی اهواز شعبه امانیه. مثل که ارث باباشه. اینجوری که مردم بدبخت میشن، بدبختن و تو سری خور. یارو خودش کارمند بانکیه که مردم نمیتونن پولای خودشون از توش بگیرن. بعد این حضرت نابغه میگه اون وقت که سود میگرفتین مشکلی نداشتین. خب بانک ملی
این باز درگیری در تهران. هر چی مردم حقشون رو جدیتر میخوان، اینا وحشیتر میشن. آخرش چی؟ کی میخوان جواب این مردم بدن؟ بذارین صحبت های یکی از سهامدارای پدیده شاندیز در مشهد رو بشنویم. سلام. 8 سال پیش یه آقای محسن پهلوان نامی توی شاندیز مشهد یه شرکت توریستی گردشگری، یک شهرک درست میکنه به نام پدیده شاندیز. کسایی که این همه سپرده گذاری کردن و الان بانک مرکزی هیچ پشتوانه ای برای ما قائل نیست و اصلا جوابی هم نمیده. به بیت رهبری نامه زدیم اصلا جواب ندادن. به آستان قدس رضوی که همه میگفتن این زیر نظر آستان قدس هست پروژه پدیده، الان جواب ندادن. دادگستری اصلا اجازه شکایت نمیدن به ما. قوه قضایی همینطور. به هاشمی شاهرودی، به تمام مراجع تقلید و حوزه علمیه قم نامه زدیم. الان هم یک اتاقی رو تشکیل دادن به نام اتاق OTC زیر نظر بورس میگن و سهام 12 میلیون تومانی رو اومدن 3,375,000 تومان نرخ گذاری کردن و خودشون اومدن یک اتاق کاذبی رو راه اندازی کردن. یک مش دلال بی همه کس اونجا نشستن و سهام رو مفت میخرن، اما اجازه نمیدن که ما خودمون هیئت مدیره رو انتخاب کنیم. خودشون هیئت مدیره دولتی انتخاب کردن، یک سال سهامدارا رو سر دووندن و الان هیئت مدیره دولتی با شکم سیری هر کدومشون اومدن عضو شورای شهر شدن تو انتخابات و الان میخوان استعفا بدن. استعفا که بدن، هیئت مدیره جدید که بیاد و خود دولت بخواد انتخاب بکنه، باز روز از نو، روزی از نو. ما سهامدارا به عنوان سهامدار عمده شرکت پدیده شاندیز حق خودمون میدونیم که هیئت مدیره رو انتخاب کنیم و در مجمعی که 13 مرداد ولادت امام رضا توی شهر پدیده شاندیز برگزار میشه هممون شرکت خواهیم کرد. خب ببینین، همین ماجرای نظارت سهامدارا و سپرده‌گذاری که بسیار مهمه تو این وضعیت، دولت نمیذاره. دولت اگه میخواد با فساد مبارزه کنه، چرا تو هیچ کدوم از این جریانای کار مؤسسه‌های مالی مثلا ورشکسته خود سپرده‌گذارا توش تو هیئت مدیره‌هاش نیستن؟ نه فقط پدیده، همه‌شون این مشکلو دارن. مشکل سامن الحجج هم همینه. چرا نمیذارن مردم خودشون نماینده‌هاشون رو سریع با رأی مخفی انتخاب کنن؟ نماینده ها هیئت مدیره تشکیل بدن، حسابرسی رو همین نماینده ها بکنن، با بانک مرکزی طرف شن، مذاکره کنن، گزارش روشن بدن به بقیه سپرده‌گذارا و به مردم. چرا نمیذارن؟ چون وقتی که مجبور میشن واقعا در شهر هر اون که هست گیرند. بزنین یه مثال براتون بزنم که چجوری و چرا مردم مطلع نمیشن، کیا دزدن و بنابراین دزدا به کارشون ادامه میدن. آقای حسن روحانی میاد درباره بابک زنجانی اینطوری میگه، گوش کنید. نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد، لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولیش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. کیا تونستن که این فضا رو به وجود بیارن که او بتونه این همه اموال رو در اختیار بگیره؟ خواست مردم این نیست که این آدم اعدام بشه یا نشه، اون ما که حالا وارد حکم قضایی نمیشیم، خودشون میدونن. به هر حال دادگاه هست، به یه حکمی میرسه، به هر حکمی میخواد برسه. ولی خواست خب ببینین، وزیر اطلاعات روحانی میاد میگه ما نمیتونیم خیلی کسا رو معرفی کنیم. فاسد رو کشفیات زیاده، فساد به این دلیل و از این نمونه است عمدتاً. نمیخوام بگم در این دوره قانونی هم داریم در این زمینه، اینکه شما فرمایید ما کشف کردیم ولی تشخیص دادیم که نگیم مصلحت نظام بود، آیا قانونی وجود داره که این دست شما رو باز میذاره که اطلاع رسانی نشه یا تشخیص یا خود وزارت بوده؟ نه، این بحث عرض و خدمتون مصلحت اندیشیه، چون وقتی عرض و خدمتون بیان یک مطلب تأثیری در حل مطلب نداره اما به سرمایه اجتماعی نظام آسیب میرسونه و سلب اعتماد مردم از کلیت نظام میکنه، اینجاست که ما باید این محاسبه رو بکنیم و عرض خدمتون یک اطلاع رسانی که نفعی برای نظام نداره خودداری بکنیم. ببینیم ما در این باره بعد صحبت خواهیم کرد.
این قسمت که نشون دادم مربوط میشد به آقای بابک زنجانی، پولی که به دوروبری های قالیباف داده و بعد قالیبافی که آقای روحانی میگه که من نجاتش دادم سال 84 از پولایی که بالا کشیده بود از ماجرای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. باید بریم پرده آخر. روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که آقا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله. یاد ماست از که حتی الانبیا پیغمبرها هم آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا هم لازم دارن این حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. شب و روزگار خوش.